ساسی مانکم با نام اصلی ساسانه حیدری از خوانندگان پاپ ایران و یکی از چهره‌های پرطرفدار موزیک میان جوانان است که آهنگ جنتلمن او این روزها بسیار حاشیه ساز شده است. ساسانه حیدری یافته زاده 27 آبان 1367 در اهواز با نام هنری ساسی مانکن خواننده پاپ است. وی در میانه دهه 80 به همراه همشهریش حسین به شهرت رسید و تا چند سال یعنی زمان پخش آهنگ گوشواره به همکاری با او ادامه داد. ساسی پس از جدایی از حسین بیشتر آهنگهایش را انفرادی خوانده و تنظیم آنها را عمدتاً به امیر مسعود و اخیراً به امیر اشیا سپرده است. وی پیش از نخستین مصاحبه رسمیش در تابستان 1391 که در آن برای اولین بار زادروز صحیح خود را در گفتگو با لیلی نیکو نظر از آمریکا اعلام کرد، عمدتاً خود را بزرگتر از سن واقعیش معرفی می نمود تا قضاوت عامه درباره آهنگهایش با لحاظ سن و سال جوانش تحت تأثیر قرار نگیرد. ساسی مانکن که ساکن کرج و دانشجوی رشته کامپیوتر نرم افزار دانشگاه نواب قزوین بوده است، با موفقیت برخی آهنگ ها مانند رپ بندری در سال 86 و پارمیدا در سال 87 درس و دانشگاه را رها کرد و اختصاصاً به خوانندگی پرداخت. در سال 2012 به کشور مالزی شهر کوالالامپور رفت. اکنون در کالیفرنیای آمریکا زندگی می کند. ساسی پیانو و گیتار می نوازد و متن بیشتر آهنگهایش را خودش می نویسد. در 19 سالگی با گروه بربکس و سپس گروه رادین بند آشنا شد. در تاریخ 1 سپتامبر 2013 ساسی کنسرتی در تورنتوی کانادا اجرا نمود. همچنین در اواخر 2013 کنسرتی در دبی و همچنین در اوایل 2014 کنسرتی در سوئد اجرا کرد. فروردین 98 و همخوانی کریستیانو رونالدو و همسرش در ماشین با آهنگ جنتلمن شروع جنجال جدیدی بود. در اردیبهشت ماه ویدیوهای زیادی از پخش این آهنگ و همخوانی دست جمعی بچه ها و رقص و شادیشان در مدارس در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. این امر باعث شد علی مطهری در صحنه علنی مجلس به وزیر آموزش و پرورش تذکر دهد. پخش آهنگ جنتلمن ساسی مانکن به مناسبت جشن روز معلم سال 98 در مدارس ایران و انتشار گسترده آن در شبکه‌های مجازی واکنش‌های فراوانی را در پی داشت. علی مطهری نائب رئیس مجلس این ویدئوها را کلیپ‌های رقاصی و آهنگ‌های مبتذل خوانده و خواستار آن شد که وزیر آموزش و پرورش در این باره پاسخگو باشد. وی همچنین خواستار برکناری مدیران چنین مدارسی شد. ساسی مانکن در واکنش به سخنان علی مطهری او را به یک چالش فرا خواند. ساسی مانکن با گذاشتن پستی در اینستاگرام به مطهری گفت آهنگ جنتلمن را گوش بدهید با صدای بلند، اگر خودتان نرقصیدید برده اید. ساسی مانکن کنسرت های زیادی با خوانندگان مشهور از جمله آرش اندی در سراسر دنیا، آنتالیا، تورنتو، نیویورک اجرا کرده است. ساسی مانکن امروز اما با جنجال جدیدی پا به عرصه گذاشت که به سرعت جایش را میان سلبریتی ها و طرفداران خود باز کرد. حالا این بار ساسی مانکن با افتتاح آرایشگاهی با حضور سلبریتی های مشهور و مدل موهای عجیبش اوقای جدیدی را به راه انداخت. تصاویر افتتاحیه آرایشگاه ساسی مانکن با حضور هنگامه شهبال هانری و خود ساسی را با هم مشاهده می کنید.